سلام، احوالتون چطور؟ خوبین؟ دم همه بچه های یوتیوب گرم که انقدر پر انرژی هن، انقدر خوبن، انقدر با ما تعامل دارن، کامنت میزنن، لایک میکنن، سابسکرایب میکنن و همدیگه پیشنهاد میدن. خیلی مخلصیم. زیر کامنت ها همدیگر راهنمایی میکنن که من بعضی موقع میخونم این کامنت هایی که بچه های دیگه جواب دادن. خیلی باحاله، خیلی مخلصیم. بچه ها از من سوال میکنن که ما چه مکملی به زنبور بدیم، چه دارویی به زنبور بدیم. بچه ها من داروی شیمیایی و مکمل شیمیایی بلد نیستم، یعنی اصلا سمتش نمیرم و بلد نیستم. برای همین تنها دارویی که ما استفاده میکنیم و تنها مکملی که استفاده میکنیم و باعث تخریزی بیشتر میشه برای ملکه یا مثلا زنبورا رو شادابتر میکنه اینه. فکر میکنم شما بتونین ببینینش. این دمنوشه، یعنی دم کرده آویشنه. آویشن میتونه بهترین گزینه باشه. شیمیاییه که من بلد نیستم، نمیدونم پیشنهاد بدم، ولی این چون طبیعیه و هیچ ضرری هم نداره، به نظرم بهترین گزینه است برای زنبورا. اینو میریزم تو شربتشون. بعضی موقعا به زنبورا میدم اینو، مثلا میریزم تو این شربتی که درست کردیم و باعث میشه که زنبورا پیشرفت خوبی داشته باشن، جلوگیری کنه از یه سری بیماری های داخلیشون و خیلی سرحالشون میکنه، خیلی شادابشون میکنه. من که خیلی دوست دارم. حتما دمنوش خشک طبیعی پیدا کنین، فکر میکنم داشته باشن همه عطاری ها. خشکشو بگیرین، بجوشونین، آبشو بگیرین یه مقدار مثل من توی اینقدر مثلا شربت ماتی کنین، بدین زنبورا بخورن، لذتشو ببرن، چون خیلی مفیده. امروز جورج هم خیلی سرحال. بریم یه دونه شربت بدیم. بچه ها تغذیه زنبور مهمترین گزینه است. الان که فصل برداشت اصلا تمام شده، داریم آماده میشیم برای فصل برداشت تابستانه. بعضی اوقات شما باید با این تابوی شربت دادن رو باید بشکنیم که تابوی آقا شربت اصلا نیم. بعضی موقع شما باید تقویت کنی زنبورتو با شربت. چیز دیگه ای که نهاریم بشون بدیم، مجبوریم با شربت، چون که به قول چی خیلی براشون جذابه شربت. شربت راحت تر میخورن، مجبوریم که اینجوری بدیم. خیلی عطر خفنی داره، میتونیم به زنبوراتون بدیم، خیلی هم دوستش دارن. این زنبورای ماست. الان بعد از برداشت عسل من یه شربت بهشون میدم که بچه این زنبور چون قویه، من نصف چی رو پر میکنم براش. چون زنبور قویه، بچه ها شما به زنبور ضعیف نه، یه لیوان کافیه، دو لیوان کافیه. احتیاج نداره که آقا دو تا شربت خوری بذاریم. من میرم مثلا بعضی زنبور دارو سه تا شربت خوری دارن، اونا رو اصلا کار نداریم. شما همین یه دونه شربت خوری تا نصف برای قویا پر کنین که به همه برسه. اگه میتونین روش بپاشین، ما چون کف وازه نمیتونیم روی زنبورا بپاشیم، برای همین توی شربت خوریشون می‌ریزیم. خیلی مخلصیم. برای زنبورای ضعیف، مثلا این زنبور ضعیفه، یا کنیم من برای چقدر میریزم این زنبور ضعیف ما. مثلا اگه توی شبت خوریش رو نگاه کنین، خیلی ضعیفه، دو سه قاب کفازه. یا کنیم چقدر من برش ریختم، یه ذرش هم ریخت پایین. کفش بستیم چون که برشون دارو گذاشتیم. یا کنیم دو سه قاب بیشتر نیست، من یه مقدار خیلی کم برشون ریختم، نصف لیوان. این هم میبینین اسید فرمی که با روش متد جدید گذاشتم، ان شاء الله ویدیوشو میگیریم برای شما میذاریم. یه ذره خیلی کم که بخورن استفاده کنن. خیلی مخلصیم، ان شاء الله که شما هم استفاده کنین. روش ها متواوله، خیلی روش ها هستش. بچه ها توی یوتیوب، توی اینستاگرام به من میگن مثلا این روش درسته، این روش درسته. بچه ها تجربه است، تجربه جا مکان، این لوکیشنی که ما هستیم، این تجربه‌ای که من الان دارم منتقل می‌کنم، به نظر من ساده‌ترین تجربه است و لوکیشن ما به این تجربه‌ای که به این نوع زنبورداری می‌خوره. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم. دمتون گرم. سابسکرایب یادتون نره، همون دکمه مشترک شدن. یه لایک حتما بزنیم ویدیوها رو، کامنت خوب بذاریم و لذت ببریم از این تعامل شما. خیلی مخلصیم. یا علی.